پیغمبر فرمود هر زمان بر شیطان امری مشکل و دشوار شد، یعنی مون توش که هر راهی میره نمیتونه این رو به زانو در بیاره، جره خورده تو کارش، جامعه جامعه سالمی شده، محله سالمه، بنبست سالمه، این بنبستی که هست، این خانواده‌ای که هستن، این مجتمع آپارتمانی، آدمای سالم، همه دارن سالم زندگی. خدا یا چیکار بکنی؟ حالا اون نمیگه خدا یا چیکار بکنی، شیطانه. پیغمبر فهمون وقتی امر بهش مشکل دشوار شد، تنها چیزی که در ذهن شیطان به ذهنش میرسه این راه هست، از ناحیه زنها وارد شده و کارش آسان میگردد. یعنی چه ناحیه زنها؟ میره تو که زنها، زنها رو شروع میکنه رو مغزشون کار کردن، میاردشون تو جامعه. یک دونه دعا دیگه با این بعد حجابا مستجاب نمیشه، یک قطره دیگه برف بگی بیاد از آسمون دیگه با این بعد حجابا نه. تو کشور کفار و خداوند کفار رو گذاشته این دنیا رو فقط بهشون بده تموم بشه، مسلمان ها رو داریم میگه، مسلمان ها این دنیا که این آخرت هم دارن دیگه، بالاخره میخوان اونجا به فیوزاتی برسن، خب بعد اینجا امتحانشون درست باشه. کفار آخرتی که چرا ندارن، میرن جهنم مستقیم، زمانی که میمیرن میرن جهنم. اینجا باید خدا سنگ تموم براشون بذاره، مسلمان ها حساب کتاب داره کارشون. نرگسم بیام دلبر و مونسم بیام، بی تو صفا نباشدم میان مجلسم بیام، میان مجلسم بیام. ای گل نرگسم بیام دلبر و مونسن بیا. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. در بحث حجاب از آغاز این بحث که ما در زمینه معنای لغوی و اصطلاحی این واژه صحبت کردیم و سپس از کتاب آسمانی قرآن کریم آیات متعددی رو پیرامون مسئله حجاب مورد بررسی قرار دادیم و عرض کردیم که در قرآن کریم آیات متنوع و متعددی داریم پیرامون مسئله حجاب و برخلاف اون چرا که بعضی از خانوم ها میگوین و بعضی از آقایون در دانشگاه ها یا جاهای دیگه به صورت سوال مطرح میکنن و میگوین آیا این چیزایی که راجع به حجاب گفته میشود در جامعه، آیا تو قرآن ما اصلا راجع بهش آیه‌ای داریم یا نداریم، ما آیات متعددی رو مورد بحث قرار دادیم. خواهش میکنم که دوستانی که در جلسه حاضر هستن، اعم از خانوم ها و آقایون و کسانی که به هر نحوی دارن صدای ما رو میشنون، به این جمله و این مقدمه‌ای که عرض می‌کنم خوب توجه بکنن، چون نتیجه‌ای که می‌خوایم بگیریم بسیار حائز اهمیت هست. این آیات رو خب دلایل متعددی برای عنوان کردنش بود، یکی از دلایل عنوان کردن این آیات از قرآن کریم هم همین مطلبی بود که الان عرض کردم، یعنی ما زن و مردمون به عنوان یک شیعه بدانیم که قرآن کریم راجع به مسئله حجاب عکس العمل نشون داده و یعنی در واقع راجع به بدحجابی عکس العمل نشون داده و پیرامون حجاب به عنوان یک مسئله اسلامی و الهی و یک ما انزل الله صحبت کرده و صحبت‌هایی هم که کرده بسیار بسیار این صحبت‌ها از نظر عقلی و از نظر شرعی بسیار حساس هست و سرنوشت سازه و عمل نکردن به اونها هر کدومش یک خسارت جبران ناپذیری رو به دنبال خواهد داشت.
حتی تا این مقدار هم عرض کردیم که قرآن کریم راجب دوست پسر گرفتن برای زنها، دوست دختر گرفتن برای پسران صحبت کرده و این مطلب رو به شدت تقبیح کرده و رد کرده. حتی این رو هم صحبت کردیم. خب اینو برای چی صحبت کردیم؟ آیات رو تا این حد هم حتی وارد شدیم. باز هم عرض میکنیم برای اینکه بگوییم قرآن کریم راجب مسئله حجاب وارد میدون شده و صحبت کرده. این نیستش که مسئله حجاب یه چیزی باشه که بگیم آقا آخوندا بالای منبر دارن میگن و کسی دیگه راجع به این قضیه صحبت نکرده. پس از این طرف باید این دقت رو داشت، یعنی کمترین نتیجه‌ای که فعلا ما میگیریم در این قضیه باید این باشه که در دانشگاه، در مجالس و محافل دیگر وقتی صحبت از حجاب میشه، اگر کسی سوال میکنه آقا اینا اصلا تو قرآن هم ما چیزی راجع به حجاب داریم، بر همه ما که این بحث رو شنیدیم واجب شرعی است، بلکه واجب کفایی است که دفاع بکنیم از این قضیه و بگوییم که هست، آیش هم این هست و بخونیم، معنی کنیم، توضیح بدیم. این نیاز به این داره. این قضیه رو میخوام اینجوری عرض کنم، نیاز به این داره. تمام اون عزیزانی که پای تلویزیون تصویر ما رو میبینن، به نحو دیگه صدای ما رو میشنوند، آقایون و خانمهایی که در مجلس حاضر هستن، حتما باید آیات حجاب رو حفظ بکنن. و حفظ این آیات هم بسیار ساده است. سوای فضیلتی که دارد بسیار کار ساده ای هم هست و خودش یک تجلیات دیگری رو هم برای من و شما داره. یک کمترینش این هستش که انس ما رو با قرآن کریم زیادتر میکنه و این اونس هم در دنیا خیلی جاها به درد ما میخوره که این خودش یک موضوع بحثی هست که اونس با قرآن داشتن در دنیا چه جاهایی به درد ما میخوره، این خودش موضوع یه بحثه. در آخرین لحظات عمر ما هم که اول مرگ ما، یعنی سکرات ما و سپس اولین ساعات مرگ ما هست، این اونس با قرآن بسیار برای ما مهم و سرنوشت ساز و حساس. ما خیلی به این انس نیاز داریم و متاسفانه ما به عنوان یک شیعه انسمون با قرآن کریم خیلی کم هست. از همین جاها میتونیم شروع کنیم، یعنی حفظ این آیات که برایش زحمت کشیده شده واقعا. خب کی زحمت کشیده؟ یعنی پیغمبر زحمت کشته، ائمه زحمت کشتن واقعا، کسانی که تو این سده های اخیر، قرون اخیر اینها رو دست به دست و سینه به سینه برای ما رساندن، زحمت براش کشیدن. باید اینها رو ما پاس بداریم، عرض بنهیم و عرض به خدمتون که قدرش رو بدونیم. قدر دونستنش هم به همینه که عرض میکنم، یعنی حفظش کنیم، مخصوصا در ایام تعطیلی هایی که ای وقت مسافرت هایی هست، یا مخصوصا اینو به ویژه عرض میکنیم در ایام عید، عید نوروز، هر سالی که میخواد برسه ما باید یه برنامه براش داشته باشیم. یکیش هم همینه که این آیات رو حفظ داشته باشیم. در یه جایی که صحبت میشه بلافاصله آیه رو با شماره آیه و اسم سوره تلاوت بکنیم و معناش هم بیان بکنیم. خیلی این مؤثره، خیلی مؤثره. خود این رو دوستان میتونن روش چند دقیقه فقط صحبت بکنن و منوف بدن که این چقدر تأثیر داره در افراد. خب این یه قضیه است. خوب دقت بکنید، پس آیه قرآن، یعنی آیات قرآن رو برای چی بررسی کردیم؟ برای این قضیه. این سی دی ها یادگاری موند، این نوارهای کاست یادگاری میمانه انشالله که دوستان، خانوم ها شروع کنن و آقایون، مخصوصا خانوم ها، این سی دی ها رو تهیه بکنن، حتی با تخفیف ویژه‌ای هم شده اینها رو تهیه بکنن ببرن و در مدارس دخترانه، در مدارس پسرانه، در دانشگاه ها، مخصوصا جایی که میشه اینا رو به بعضی از دانشجویانی که خواهان دریافت این گونه نوارها و سیدی ها هستن به دست اینها برسونن. چرا میگیم خواهانه؟ برای اینکه یک کسی هست بهش میگه آقا اینو در مناظرات هم دوستان دقت داشته باشن، در مباحثات خودتون هم دقت داشته باشین. ما اینو تو سایت میبینیم، تو سایت ها، یعنی در واقع میبینیم، توی خیلی جاهای دیگه هم به صورت حضوری که در مواجهه با این افراد هستیم اینو ما داریم عرض بخدمت میشنویم و حس میکنیم که چی؟ خیلی از افراد هستن تو دانشگاه، جاهای دیگه فلان، حتی ممکن تو حوزه های علمی هم باشن، وقتی بهشون راجع به موضوع اعتقادی مثلا میخوای صحبت میکنیم، میگه آقا مثلا داریم میگیم، فرض میکنیم، ما مثال میزنیم، میگه آقا من مثلا امیرالمومنین رو به عنوان امام اول قبول ندارم، اصلا امامت رو قبول ندارم.
بحث بعدیش اینه که آیا میخواهی قبول داشته باشی؟ میگه نه من کاری به این کارام ندارم، نمیخوام هم قبول داشته باشم. این ما نمیگیم با این مطلب حفظ کردن این آیا سراغ چنین افرادی بریم، نمیخواد قبول داشته باشه، خب وقت چی صرف اینا بکنیم؟ اتلاف وقت. یه دانشجو تو دانشگاه، یه طلبه، یک کاسبی، یک کارمندی، کسی میگه آقا من قبول ندارم و نمیخوام داشته باشم، کاری ما باهاش نداریم. یه خانومی قبول نداره حجاب، میگه نمیخوامم راجع به این قضیه صحبت کنم. خب وقتی نمیخواد دیگه خودکشون که نمیشه کرد، چیکارش میخوای بکنی؟ ما روی سخنمون با اون طیف و گروهی هست که مطلب را نمیدانند واقعا و میخواهند که بدانند و مرددند، با این طیف باید کار کرد، با دادن سی دی ها، با دادن کاست ها، با دادن کتاب، هر کدومشه که این راغب هست، کتاب میخونه، جزوه میخونه، کتاب و جزوه بدیم، گوش میکنه، تو ماشینش گوش میکنه، نوار بهش بدیم، در منزل گوش میکنه، سی دی بهش بدیم، ماشینش سی دی خوان داره، سی دی بدیم تو ماشینش گوش بکنه. با این طیف افراد ما کار داریم. وگرنه طیفی که اصلا میگه آقا من نمیخوام، میگه آقا میخوای پول دار بشی، میگه من نمیخوام، علاقه به پول دار شدن من ندارم. شما چیکارش میخوای بکنی؟ واقعا هم تو این طیف هم افراد زیادی رو من خودم میشناسم که با زبان بی زبانی اینو میگن، یعنی بهش میگه آقا میخوای مثلا پولدار بشی، با زبان بی زبانی میگه نه نمیخوام بشم. راههای خوبی هست برای اقتصادی، مثلا طرف بهش معرفه میکنه. تو مسائل اعتقادی هم داریم، تو مسائل اخلاقی هم داریم. آقا میخوای ناسزا گفتن کنار بگذاری، میگه نه، یا چیزی بهت نمیگه، یعنی مایل نیست، دوست داره که صبحشو با فحش دادن و ناسزا گفتن شروع بکنه. با این فاجکاش میخوای بکنیش؟ ما با طیف و گروهی کار داریم که میخواهند حجاب را بدانن که در کجای قرآنه و برن روش فکر کنن و تحولی تو زندگی شخصی خودشون انجام بدن، یک نتیجه جدیدی بگیرن. ما با این طیف کار داریم. خب این بحثی که عرض کردیم تا اینجا که رسیده، پس وظیفه ما رو سنگین میکنه. از اینجا به بعدم نمیخوام بگیم این آخرین بحث ما در حجابه. حجاب ده ها جلسه دیگه بحث داره که میشه روش بحث کرد، اما چند جلسه دیگه ما در ارتباط با حجاب و مسائل حاشیه‌ایش که بسیار اهمیت داره، ما صحبت‌های بسیار اصولی و اساسی داریم به شرط حیات، که انشالله این رو خدمت خانم‌ها و آقایون تقدیم خواهیم کرد، از جمله مسئله عواملی که میتوانه جلوی بدحجابی و خطراتی که برای جامعه دارد رو بگیره، که اون عوامل چیه؟ عواملی که میشه روش کار کرد. مثلا ازدواج هست. حالا این ازدواج موقت داره، ازدواج دائم داره، اینها باید حتما تو بحث حجاب باید بحث بشه و ما اینو بحث خواهیم کرد. از حالا هم داریم عرض میکنیم که بحث خواهیم کرد. قبل از اینکه وارد اون بحث بشیم که اونم به جای خودش بسیار حساسه و من تا این ساعت متاسفانه ندیدم و نشنیدم کسی وارد این مقوله بشه، بحث بکنه و پیاده بکنه، بحثو کاملا باز بکنه و سپس جمعش بکنه که آقا مثلا عامل ازدواج چقدر مهمه تو بدحجابی، میشه جلو بدحجابی رو با این مطلب مثلا گرفت، چقدر مهمه، حالا چه ازدواج موقتش باشه چه ازدواج دائمش باشه، چقدر این بحث مهمه. من هنوز ندیدم، یعنی نمیدونم چرا بعضی در این بحثا که میرسن یه مقدار تردید میکنن، در حالی که من عقیده‌ام اینه که خیلی جا، نه همه بحثا، ولی خیلی بحثا رو میشه شفاف صحبت کرد و سریع و البته به صورت بسیار بسیار با لفافه های زیبایی که شارع مقدس براش گذاشته. ما بحث بکنیم اما شفافیتش رو عبی نبریم، صراحتش رو عبی نبریم. قبل از اینکه وارد اون بحثا بشیم که یه چند جلسه هم اون بحث رو ما بکنیم دیگه، بحث حجابمون رو کامل بکنیم انشاءالله، یکی از بحث های مهمی که تو مسئله حجاب هست که بحث این جلسه ما هست، بحث بدحجابی از دیدگاه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین هست. یعنی روایات و احادیث ما، یعنی ما که میگیم چه شیعه چه سنی فرق نمیکنه، راجع به بدحجابی چگونه صحبت میکنه. این رو برای چی عرض میکنیم؟ بعد از قرآن اومدیم سراغ روایات، اول سراغ قرآن رفتیم، دلیلش هم عرض کردیم. برای اینکه کسی که من آمن بالله و الیوم الاخر، من آمن بالله و به رسولهی، ببینید کسی که ایمان به خدای تعالی داره،
ایمان به پیامبر دارد، ایمان به قرآن کریم داره، ایمان به جانشین بر حق پیامبر داره، ایمان به یوم الاخر داره. کسی که ایمان به اینها داره باید تکلیف خودش رو مشخص بکنه، مسیرش در این دنیا مشخص بشه. بالاخره این دنیایی که ما هستیم، اگر لائیک لائیک هم باشیم، بیدین بیدین هم باشیم، خدا و رسول و هیچی هم که قبول نداشته باشیم، یک چیز رو هیچ کس نمیتونه انکار بکنه، هیچ کس، و اون مرگه. هیچ کس نمیتونه انکارش بکنه. کمونیست نمیتونه انکار بکنه، لائیک نمیتونه انکار بکنه، سوسیالیست فلان اینا، هیچ کی نمیتونه انکارش بکنه مسئله مرگ. ما بالاخره یک روزی میمیریم. اگر 1% این گفتاری که ما گوشه ایشو داریم عرض میکنیم خانوم ها و آقایون درست باشد، عالم ماورا تکلیف ما چیه؟ یعنی ما بلافاصله در حالت مرگ قرار گرفتیم. چه مرگ عرض بخدمت فجعه یعنی ناگهانی، چه مرگی که با یک مقدماتی همراه باشه که اون مقدمات بهش میگن سکرات یا سکره، یعنی در یه حالتی که ما قرار بگیریم که عنقریب دیگه مرگمون داره فرا میرسه، حالت سکرات که آماده میشیم برای مرگ دیگه، میدونیم خودمونم که مرگمون حتمیه، اطرافیانمونم این رو میفهمن، فرقی نمیکنه چه اون مرگ چه این مرگ. بعد ما میمیریم، بالاخره همه اینو تا اینجای قضیه رو که میمیرن همه درش متفقن، هیچ کی انکار نمیکنه این قضیه. اگر 1% این قضایا درست باشه، خطابمون به اون اشخاصی که میگن ما اعتقاد به ماورا نداریم، میگیم 1% اگه درست باشه تکلیف چی میشه؟ اونا هم که اعتقاد دارن که فبه المراد، یعنی باید ببینن اگر خلاف این دارن به نحوی عمل میکنند، باید تکلیف خودشون رو مشخص بکنن، مسیرش خودشون رو باید درش تجدید نظر بکنه. اگه 1% درست باشه تکلیف چیه؟ یعنی چه کار باید کرد؟ بنده بد حجاب بودم از دنیا رفتم، بسیار خوب، 1 ساعت من مرگم رسیده از دنیا رفتم، تمام این گفتاری که از پیامبر از ائمه معصومین راجب من رسیده، در از قرآن کریم راجب من رسیده که من که بعد حجاب بودم اینجور 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 این موارد بر من مترتب میشه، خب حالا من هستم با این موارد، تکلیف چی میشه؟ چقدر من باید معذب بشم به عذاب الهی؟ چقدر باید دور باشم از رحمت الهی؟ چقدر باید از نعماتی که میتونستم در اون عالم ماورا که برزخ هست بعد از مرگ و بعد از برزخ قیامت هست به نعماتی برسم و حالا از اون نعمات محروم هستم؟ این خودش جای یک سوالیه دیگه راجبه حجاب، حالا چیزای دیگر رو ما کار نداریم. پس اگر میاییم گفتاری از پیامبر رحمت رو بیان میکنیم، از ائمه طاهرین میگیم آقا اونایی که اعتقاد ندارن که تا مرگش اعتقاد دارن، بعد مرگش میگیم 1% که درست بود تکلیفتون چی میشه؟ هیچ، فایل اینا رو میذاریم کنار، فایل خودمون که میگیم آقا شناسنامه رو همه رو در میارن، شما خانوم فلان، فامیلیتون فلان، مذهب دین اسلام مذهب شیعه، خب پس شما دینت اسلام مذهب شیعه است، تکلیفت مشخصه دیگه، شما پیامبر رو قبول داری، ائمه رو قبول داری، این گفتار پیامبر و ائمه است. گوش بکنید ببینید که چه میگه، چه میفرماین این بزرگواران. اگر ما اعتقاد به اینها نداریم، باید مروری بر اعتقادات اسلامی خودمون بکنیم. شوخی نمیشه گرفت مطالب پیامبر رو، مطالب ائمه رو نمیشه به شوخی برگزار کرد، اینا همش جدیه، اینا آمدن که جدی با من و شما صحبت بکنن و جدی هم صحبت کردن، همون گونه که قرآن کریم جدی صحبت کرد، همون گونه که قرآن کریم فهمود که و ما هو بالهزل انه لقول فصل و ما هو بالهزل، این یه قول محکمی است که شوخی بردار نیست. هزل یعنی شوخی و نمیدونم لغو گفتن و اینا، مثلا چرت و پرت گفتن توش راه نداره، یک کلام محکم و متقنی است از جانب خدای تعالی است. کلام پیامبرم همینطور، کلام ائمه هم همینطور، با اون سختی ها همینا رو بیان کردن، نه اینکه در اوقات فراغت زیر باد کولر گازی نشسته باشن عرض به خدمتتون که و
غذا خوردن سیر شدن، حالا دارن یه جمله میگند، فرمودن یه جمله، نه، اینا رو در شدائد، در یک وضعیت‌های بحرانی، بسیار بحرانی بیان کردن، با یک مشقات زیادی هم به دست من و شما رسیده. بنده هستم و شما هستیم و این فرمایشات. اینا رو برای چی بیان میکنیم؟ به همین دلیل که عرض کردیم. اگر اعتقاد داریم که داریم، باید توجه به این روایات داشته باشیم و به مخاطبین خودمون هم بگیم آقا پیغمبر اینجوری فرموده، نه که یه چیزی گفته پیغمبر، نعوذ بالله، نستجیر بالله، امام اول، دوم، پنجم، دهم، یازدهم، دوازدهم یه چیزی گفت، نه نمیشه. این بیان کلام معصوم هست، کسانی که خداوند متعال به وجود اینها واقعا افتخار کرد. خب ببینید، حالا پس میخوایم بگیم بدحجابی از دیدگاه روایات اسلامی. یه توضیح اینجا میدیم خیلی اساسی. یادتون باشه همینطور که ما حجاب از دیدگاه قرآن بررسی کردیم، در کتب روایی ما و اهل سنت، ما و اهل سنت صدها حدیث راجع به حجاب ما داریم، صدها حدیث راجع به حجاب، چه برای مرد چه برای زن. بسیار جالبه، احادیثی بیان شده که انسان وقتی نگاه میکنه در بدو امر با نگاه کردن این احادیث تصور میکنه حدیث جعلی است. چرا؟ میگه آقا مگه پیغمبر آخه الان که اون زمان که هزار و خورده سال پیش این حرفا نبوده که، چطور این مطلب رو بیان کرده؟ خیلی ها این مطالب از پیغمبر پیشگویی فرموده، خیلی از این مطالب از انقدر بیان جامع هست که صد هزار سال دیگر رو هم در بر میگیره. ببینید چقدر اینها زیباست. ولذا باید دقت بکنیم در این احادیث و روایات که این صدها حدیثی که وجود داره، ما نمیتونیم بیایم اینا رو توی یه مجلس یک ساعته، الان هم که چند دقیقش رو گذروندیم به مقدمه و فلان اینا، بخونیم همه رو تحویل بدیم. ما میتونیم از هر بابی که در طی این مدت بحث حجاب ما صحبت کردیم یک حدیث، اونم اگر برسیم همه بابها رو عرض بکنیم که تا اینجا گفتیم، خدمتتون تقدیم کنیم. ولی بدانید در وسائل شیعه که یک کتاب فقهی شیعه است، در فروع کافی، شما میدونید کتاب شریف کافی که مرحوم کلینی رحمت الله علیه نوشته سه بخش میشه. اصول کافی راجب اعتقادات، فروع کافی راجب مسائل اخلاقی، این حرفا، روزه کافی هم که، یا حالا بالعکسش ممکن من بگم، یکیش راجب مسائل اخلاق هست، یکیش هم راجب مسائل فقه هست. اصول کافی هم راجب مسائل اعتقادی. یه وقتی که میگن کتاب کافی، باید مشخص بشه اصولشه، فروعشه یا روزه کافی هستش. در فروع کافی به وفور از این احادیث، در کتاب شریف بهار الانوار که دائرة المعارف شیعه هست، برید رجوع بکنید، ببینید صدها حدیث ما داریم. در معانی الاخبار، در کتب دیگر که بعضا این کتب رو اینجا خواهیم خوند، در کتب اهل سنت هم شما معتبرترین کتب اینها صحاح سته است. صحیح مسلم و صحیح بخاری از میون صحاح سته معتبرترینشون هست. اونجا هم احادیثی در باب حجاب آمده، شما رجوع بکنید. اهل سنت هم به همون رجوع میکنه اتفاقا، که خیلی بعضی از خانوم های اینها که مقید هستن خیلی پوشیدن، واقعا این احادیثو میخونن و رجوع بهش میکنن. حالا دقت بکنید، من اولین حدیث رو میخونم از وسائل الشیعه تا اونجایی که زمان به ما اجازه بده، جلد 14 صفحه 18. جابر ابن عبدالله انصاری میگوید، روایت میکنه که پیامبر به من فرمودن که میخواهی تو را از بدترین زنانتون خبرتون بدم، که بگم بدترین زنان شما کیا هستن. بعد حضرت 5 دسته رو ذکر میکنه، چون ما فرصت نداریم 4 دستهشو فاکتور میگیریم. پنجمین دسته میفهمد هنگامی که شوهرش غایب شد حجاب خود را حفظ نمی کند، با بدترین وجهی از خونه میاد بیرون، یک آرایش مفصل میکنه، میاد میره تو بازار میخواد خرید شب عید بکنه، یا خرید نمیدونم سبزی بکنه، یا نم خرید مثلا نم چی بکنه، مثلا بخره،
با آرایش برای چی میرن خرید میکنن. من هر چی فکر میکنم نمیفهمم، نه اینکه نفهمم چرا. در بحث مسئله روانشناسی بدحجابی خدمتتون عرض کردم، غیر از اینکه این آدم عقده ای باشه هیچ چی دیگه نیست، اصلا نمیتونه دلیل دیگری داشته باشه. وگرنه کسی که شوهر داره میتوانه، پیغمبر فرمود برای شوهرش این کار رو انجام بده، یک آرایش مفصل میکنه میره تو بازار مسلمین برای خرید شب عید. چه ارتباطی آرایش کردن با خرید تو بازار داره؟ اگه من یک شوهر دارم که خب دارم، خب بسنده به همین شوهرم میکنم دیگه، مگه باز شوهر دیگری میخوام پیدا بکنم تو بازار یا تو خیابون یا تو این فروشگاه ها؟ خب چه نیازی دارم این کار انجام بدم؟ پیغمبر فرمود هنگامی که شوهرش غایب شد حجاب خود را حفظ نمیکنه، ولی در حضور شوهر رعایت حجاب مینماید. رعایت حجاب مینماید نه اینکه در حضور شوهرش بره چادر سر کنه، روشو بگیره جلو شوهر بشینه، نه. اینو حالا ما در بحث ازدواج تقریبا مطلب رو براتون کاملا باز خواهم کرد، به شرط حیات و به حول و قوه الهی، که اصلا خیلی از زنان مسلمان ما، زنان شیعه ما، سنی ما فرق نمی کنن، به اهل سنت ما کار نداریم، خودمون که شیعه هستیم و داریم عرض می کنیم، باید بین اونام تحقیق کرد ببینیم چجوری اونا ممکنه همین مسائل توشون باشه. واقعا هم همینطوری که پیغمبر فرمود، یعنی نمیدونن چگونه در حضور شوهر خدارایی کنند و در غیر از شوهر خدارایی رو کنار بگذارن. مثلا بهش من یه تیکه میگم، بعد اینو تو بحث ازدواج براتون بحث خواهم کرد، که نه بحث ازدواج کلی عرض کردم، اون مقدارش که به بحث حجاب ارتباط داره. مثلا بهش میگه آقا جون، مثلا فرضاً ممکنه خیلی‌ها رجوع میکنن در بحث‌های روانشناسی خانواده یا مشاوره‌هایی که میکنن، من دیدم میبینم که این نقص در اینها هست. اگر کسی میخواد خونه خانوم، برای اینکه فلان کس میخواد خونه بیاد، میره یک خدارایی انجام میده. نه همه خانوم ها رو داریم عرض میکنیم، ما داریم گوشه هایی از اجتماع رو داریم بیان میکنیم، افرادی که مبتلا به این قضیه هستن، ولی در جلوی شوهر خودش با یه پوشش کاملی که تقریبا میشه گفت دیگه، اگه مثلا فقط چادر سرش نیست، اگر مثلا این چی باشه، یه چادر هم که هرچی مثلا یه مقنعی هم سرش بزنه دیگه، با این تقریبا بیرون هم میشه رفت دیگه، مشکلی نداره. خیلی ها رو من دیدم در بحث مشاوره خانوادگی دوچار این مطلب بودن. بین زنان مسلمان داریم عرض میکنیم، بالعکسش تو جوامع غربی و اروپایی همچین چیزی نیست. این خیلی جالبه. زنهایی که از خانه بیرون میان میرن سر کار، شما دقت بکنید اکثریت اینها بدون آرایش هستن. یه موشو اینجوری مثلا، زن کافر است، میبنده موشو اینجا، یه دونه مثلا شلوار پا میکنه، یه کت پا تن میکنه، مثلا میدوه میره صبح سر کار. شما بگی وسایل آرایشی چیزی هست؟ اصلا بخواد ناخونشون هم چی کنه، نمیتونه بره کار کنه با اون ناخون، که بخواد رنگ بکنه نام، اصلا وقت این کارا رو نداره. این باید ساعت 7 صبح کارت بزنه تو کارخونه فلان تا 8 شب کار بکنه. تو جوامع غربی عموما، در آمریکا مثلا همینطوره که همه باید کار بکنن، همه باید کار بکنن. آرایش کردن مال افراد بیکاره، افرادی که میان تو جامعه، من این زنای بیکارن، واقعا بیکارن. برای اینکه آرایش کردن، شما آقایون داری میبینید، شما میخوای یه شونه سرت بزنی، 5 دقیقه بعد وقت بذاری، بعد حال میشید، صورتت میخوای صابونی بزنی، محاسنت رو تنظیم بکنی فلان، اینا موه سرت وقت میبره. آقا اونی که وایساده انواع این لوازم رو به کار گرفته، حداقل 2 ساعت پشت آینه بوده دیگه، غیر از این که نیستش که، مال بیکار. اون کار داره، اما در منزل اتفاقا با تحقیقاتی که من در حد خودم دارم در خدمت شما عرض میکنم، برای شوهر خودش خدارایی میکنه. اعتقادی هم نداره، مسلمون هم نیست، بالعکسش تو جامعه اسلامی هست. حالا پیغمبر ببینیم میفهمد که، ولی در حضور شوهر رعایت حجاب مینماید، از شوهرش اطاعت نمیکند، تمکین نمی نماید و عذر شوهر را نمی پذیرد و لغزش شوهرش را نمی بخشد. که حالا این دیگه ادامه حدیث بود که ما سریع خوندیم، می‌خواستیم اون تیکش رو عرض بکنیم. این وسایلش یه جلد 14 صفحه 18 بود. یک صلواتی بنویسید تا عرض بکنیم خدمتتون. من قسمت‌های مختلف رو دارم می‌خونم، اینا رو باید خود دوستان در ارتباط با فصول و ابواب مختلفی که در حجاب ما بحث کردیم به خود اونها ارتباط بدن.
ببینید، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا ينبغي للمرأة ان تجمر ثوبها اذا خرجت من بيتها. برای زن سزاوار نیست، پیغمبر میفرماید، که هنگام بیرون رفتن از خانه اش لباسش را جمع و فشرده کند. اصلا انگار پیغمبر اینو دیشب فرموده، ما نوشتیم آوردیم اینجا داریم خدمت شما عرض می‌کنیم. لباسش را جمع و فشرده کند یعنی چی؟ یعنی اینکه به فلان خانم هم چی می‌کنی؟ میگه من نمیتونم این چادر معمولی سر کنم، چادر ملی سرم می‌کنم، بسیار چادر عربی می‌خوام سر کنم. حالا چادر عربی هم حالا بعد نمی‌دونیم، قبلا این مقدار گفتیم، حالا این تیکه‌هاشو شاید نگفتیم، یه خود همچین بگین اگه بعضی خانم‌ها رو قشنگ‌تر هم می‌کنه. اینم نیستش که همش برای حجاب باشه، الان برای قشنگی هم شده. من وقت تو خیابون دارم راه میرم، میرم یکی یه چادر رو واشته سرش میذاره، تا میکنه میذاره کیفش، دوری یه چادر دیگه در میاره سرش میکنه، یعنی با چادر خودشو میخواد زیبا بکنه. ببینید بهش میگی چرا این چادر رو استفاده میکنی، چادر ملی عربی، نمیگه برای پوشش بهتر و فلان اینا، میگه شاید هم بگه این کارو من دارم انجام میدم، میگه من نمیتونم چادر معمولی سرم کنم، ولی واقعا بهونه این نیست. من میبینم بعضی این چادرها که گشاد هست از بالا تا پایین موردی نداره، بعضی از خانما برمی‌دارن میرن سراغ این چادر، میافتن به جون این چادر، 10 سانت از کجا که به کجا که تنگ باید بشه، 10 سانت از کجا که به کجا درز بگیریم، 10 سانت از کجا که به کجا که نمیدونم چی بکنیم، این یه چادر میشه میاد توی جامعه. اصلا چادره رو سر نکنه بهتر. پیغمبر میفهمد لا ینبغی، سزاوار نیست، این کار صحیح نیست، کار قد خطاست، خطای بسیار بدی هم هست. چی؟ للمرأت ان تجمر ثوبها، این لباسشو فشرده کنه، چادر سر کرده ولی چادرش رفته اینم چند تا کوک اضافه هم گرفته که این فشرده بشه توی بدنش. خب این خیلی بده، این همونیه که تحریک کننده است دیگه. پیغمبر فهمید این درست نیست، اگه ما قول پیغمبر رو قبول داریم، خودشو توی لباسی فشرده بکنه، یعنی دامن تنگ، مانتوی تنگ به تن بکنه بیاد توی جامعه. پیغمبر فرمود لا ینبغی. هنگامی که خارج میشه از خونش، تو خونش هست آزاد. این حدیث رو فروع کافی جلد 5 صفحه 519 بررسی، اونجا میتونید رجوع بکنید. ببینید مسئله اختلاطی که خدمت شما عرض کردیم، کتابی هست به نام مرآت و نساء، صفحه 140. ببینید وقتی یک نفر واقعا از جانب خدای تعالی اومده باشه، میگیم پیامبر امی، یعنی هیچ مکتبی درس نخونده، نه اینکه سواد نداره، سواد داره ولی سوادشو خدا بهش یاد داده، تا 5000 سال دیگه، 10000 سال دیگه دینش هم تا روز قیامت هست، یه مطلبی رو میگه که تا روز قیامت هم به درد من و شما بخوره. ببینید چی میفرماید؟ میفرماید که حتما، صفحه 140 مرآت النساء، پیغمبر میفرماید حتما نگذارید بین زن و مرد اختلاط برقرار شود، زن و مرد نامحرم. یعنی چی اختلاط؟ معنیشو قبلا تو سخنرانی قبلیمون عرض کردیم، پشت میزها، پشت یک میز نشستن، روی یک صندلی کنار هم نشستن، تو مدرسه، تو اداره با هم گفتگو کردن، رد و بدل کردن، صحبت، سپس غیر صحبت کاری، شوخی کردن، بعد این شوخیات جهت پیدا کردن. متاسفانه الان در برنامه نامزدی ها هم که عرض خواهیم کرد خدمت شما، یه رسم غلطی بینش بچه مسلمون ها هم بعضن این رسم پیدا شده، میگه خانم آقا برای اینکه همدیگر بشناسن برن بگردن، وقتی نامحرم باشن که خب این خلاف فرمایش پیغمبره، اختلاط کردنشون همه فقها گفتن حرام، یک فقیه نیست بگه که این ایراد نداره. من نمیدونم ما از کی تقلید میکنیم، حرف کیو گوش میدیم، پیغمبر ما کیه، امام ما کیه. حضرت فرمودن حتما نگذارید بین زن و مرد اختلاط برقرار شود، چه آن که اگر بین آنها اختلاط و آمیختگی باشد. جمله رو ببینید، واقعا محشری است این جمله، واقعا محشری است، یعنی هر چی طلا دارید بیارید این جمله رو بنویسید. اگر چه آن که اگر بین آنها اختلاط و آمیختگی باشد،
دردی بی درمان شما را فرا خواهد گرفت. لا اله الا الله. شنبه ها همین سیمای جمهوری اسلامی یک برنامه گذاشته به نام آژیر، مثل اینکه شنبه ها هست. قبلا حالا سه شنبه است، شنبه است، یک شبیه هست بالاخره. حالا بین علما اختلاف نیفته. عرض به خدمت، روزنامه هام که چند تا روزنامه رو که جمع کردن صحیحش هم همین بود، راجب حوادث می نوشتن. هنوز روزنامه جامع جمع این لابلای روزنامه تپش هست، روزنامه های دیگه هم کم و بیش می نویسن. حالا من اسم نمیارم. عرض به خدمتتون که بخونید، جنایت و مسئله خلاف شرعی که چند تا خونواده رو از هم پاچونده، که اخیراً به بنده یک مطلبی رو تلفنی صحبت میکردن و میگفتن پیرامون همین قضیه، در یک مجلس عروسی مختلط، در یک مجلس عروسی مختلط، زن شوهردار، مرد زندار همدیگر رو دیدن. چند تا زندگی از هم پاچیده شده، چقدر بچه طلاق اینجا به وجود آمده، اصلا بماند یک وضعیت اسفباری، آبروها رفته فلان، تمام سر اختلاط، اختلاط زن نامحرم با مرد نامحرم. پیغمبر فرمود ببینید دردی بی درمان شما رو فرا خواهد گرفت. آخر تلفن من پرسیدم خب چی شد؟ گفت اصلا بقیهش رو نپرس، خودم هم نمیتونم برای تعریف بکنم. فقط همین مقدار بگم که تمام این زندگی هایی که درگیر این قضیه بودن، این خانواده، اون خانواده، تمام اعوان انصار این خانواده با اعوان انصار خود همه به هم ریختن، از بین رفتن. این مجبور شده خانه رو بفروشه بره یک شهرستان دیگه، اون مجبور شده نام خونه‌شو بفروشه بره نام کجاکون، و اصلا زد و خورد به پلیس کشیده، آبرو، حیثیت، شرف، همه چی اینجا رفته زیر پا و له شده، از بین رفته. درد بی درمان این نیست. برید تو تپش بخونید درد بی درمان چی، میگه جنایت رسیده به جنایت. برید برنامه آژیر رو نگاه کنید ببینید درد بی درمانی. زنه چادرش اینجوری گرفته داره صحبت میکنه پیش قاضی، چرا شوهرتو کشتی؟ این آقا اومد نام چی کرد، وسوسه کرد، تلفن زد، من صحبت کردم، شما غلط کردی با مرد غریب تلفنی صحبت کردی. هر صحبتی رو نمیگیم، این صحبت ها رو. پیغمبر فرمود دردی بی درمان شما را فرا خواهد گرفت. ببینید چقدر زیباست این کلام. بهار الانوار جلد 46 صفحه 247. اگر این حدیث تکراری براتون باشه من عذرخواهی میکنم، خوبه، تکرارش هم خوبه اگر تکراری باشه. این که ما به بعضی از مدرسین قرآن عرض میکنیم که تا اونجایی که میتوانید کلاسی که خانومها درش باشن، اگر چه میخواید قرآن یا اعتقادات یاد بدید، انتخاب نکنید. هر چی میتونید از این اختلاط پرهیز بکنید، مگر یک کسی باشه سنی ازش گذشته، زن و بچه داره فلان، تقواش فلان، همه چیز جا افتاده فلان، اینا خانم های هستن نشستن اونام سنی ازش گذشته، یک شرایط خاصی داشته باشه. و الا شیطان آقا دستش خیلی قویه، شیطان یه مهلتی از پروردگار گرفته الا یوم یبعثون، و تو این مهلتش تا اونجایی که بتواند، عرض به خدمتتون که موش میدونه، یک به قول معروف انگوشتی تو این شیر میزنه، یه نجاستی تو این شیر خواهد پاچی تا اونجایی که بتونه، مهلتی از پروردگار گرفته. مثل من و شما از این مهلت خودش استفاده نکنه، من و شما استفاده نمی کنیم، دلیل بر این نمیشه که شیطان استفاده نکنه. اینو عرض کردم ببینید چقدر این روایت جالبه. این روایت راجب شوخی کردن با زن نامحرم خارج از قالب‌های عرفی خودش. اینو قبلا بحثش رو ما کردیم، عرض کردم حدیثاشو داریم حالا میخونیم. ابو بصیر یک فرد شناخته شده، یک شیعه مخلص امام باقر علیه السلام، یه شیعه جا افتاده است. نمونه ابو بصیر دیگه همه جا پیدا نمیشه، اما اونور قضیه شیطان رو هم ببین شما، دست شیطان هم قویه. شیطان نمیگه من پاچه ابو بصیر رو که نمیگیرم، که قسم خوردم پاچه ابو بصیر رو نگیرم، نه. میگه در کوفه، خود ابو بصیر داره میگه در کوفه
یه خانومی اومد پیش من گفت آقای ابوبصیر، گفتم بله، گفتش که من قرآن بلد نیستم، شما یک شیعه امام باقر علیه السلام هستی و بلدی، مدرس قرآنی، مدرس اعتقادات هستی، این قرآن رو میشه به من بیاموزی و یاد بدی من یاد بگیرم؟ میگه که گفتم بله مشکل نیست. شروع کردم بهش در یک جلسه با شرایط خاص خودش قرآن یاد دادن، آموزش و روحانی قرآن. در این رفت و آمدها، یه جلسه دو جلسه ما میمد و قرآن یادش میدادیم میرفت و فلان، در این رفت و آمدها یک بار ما یهوی یه چیزی گفت، ما اون حرفش رو بدل کردیم به یک شوخی خارج از عرف خودش. این خارج از عرف و زیرش خط بکشید، خارج از عرف خودش، یک کلمه با این شوخی کردیم، همین، تموم شد، مجلس تموم شد و فلان اینا رفت. خواهش میکنم خوب دقت بکنید. میگه ما رفتیم و خب ابوبصیر در زمانی داره زندگی میکنه که امام زمانش امام باقر علیه السلام است. امام زمانش شد. میگه تموم شد این کلاس اینا، یا مثلا کلاس یه دفعه تعطیلش کردیم، گفتیم که بریم. من عرض به خدمتتون که تو کوفه بودم، گفتم برم مدینه خدمت امام زمان علیه السلام برسم، خدمت امام زمانم برسم در واقع امام باقر علیه السلام. میگه رفتم تو مدینه خدمت امام باقر علیه السلام، شرفیاب شدم امام زمانش. تا رسیدم اونجا از این قضایا زیاد داریم، من نمونه شو دارم براتون میخونم. در جای دیگه بوده که امام زمان که امام موسی بن جعفر علیه السلام بوده، اصلا رو برگردونده، حضرت جواب به طرف نداده، داستاناشو خوندید شون. میگه امام باقر علیه السلام تا من رسیدم شروع کرد عتاب کرد، حضرت منو سرزنش کرد. امام زمان شد دیگه، همه چی مطلع دیگه، وا ویلا بر ما، وای بر ما، واقعا وای بر ما. میگه حضرت سرزنشش کرد، فرمود ای ابوبصیر، اصلا نگفت ابوبصیر کجا بودی، چی کار کردی، چی شد چی نشد. فرمود ابوبصیر هر کس در خلوت مرتکب گناه شود، خداوند متعال به او اعتنایی نمی کند، اعتنا بهش نمی کند. شما بهش من دست می کنم چرا دعا مستجاب نمیشه، چرا من با هم چی نمیشه، چرا حال فلان دست، اصلا فرمود اعتنا بهش نمی کند. ابوبصیر میگه تا امام باقر علیه السلام این حرفو زد، من فهمیدم جریان از کجا آب نخوره. ابوبصیر امام شناسه، اصلا نپرسید یعنی رسول الله چیو میگین، اگه میگفت چیو میگین که امام شناس نبود، امام شناسه. تا گفت فهمیدم جریان از کجا، امام زمانش هست، میدونه که شیعش داره چیکار میکنه. میگه سرم انداختم از خجالت پایین، خیلی خجالت کشیدم، حضرت دید من خجالت کشیدم. چیزهایی هست که یه وقتایی میشه گفت واقعا آقایون جوانها، یه وقتایی هست امام زمان علیه السلام به واسطه یه خجالت کشیدن شیعه، جوان شیعه، خود حضرت هم خجالت میکشن از اینکه این خجالت کشید، دلش نمیاد این خجالت بکشه. حضرت تا دید این خجالت که سرش انداخته پایین هیچی نگفت. ابوبصیر میگه فهمیدم چه جنش. میگه حضرت بلافاصله فرمودن که ابوبصیر برو توبه کن، گوش کن، برو توبه کن، دیگه با زن نامحرم شوخی خارج از عرف نکنی. خارج از عرفش که میدیم ما قبلا تعریف کردیم، یعنی وقتی من مثلا خواهرزن شما، خواهرزن یک فردی میاد خونه شون مثلا همچی میکنه، آقا دیر اومدی، خیابونا رو همه رو کنده بودن مثلا، اومدیم، نه شوخی چی نیست. اونا میخندن میگه نه آقا مثلا ما 5 دقیقه از راه افتادیم مثلا انقدر دیر اومدیم. نه شوخی رو شما میفهمین یعنی چی، خارج از عرف در میگیم یعنی. حضرت فرمود دیگه با زن نامحرم شوخی نکنی. تموم شد و رفت. ابوبصیر پوشد. حالا من و شما شب احیا مینیم در خونه میگیم یبن الحسن اومدیم پرونده اعمال ما، بابا یه فکری قبلش بکن ببین چه ها ما کردیم. و اگر ما مثل ابوبصیر و دیگران معتقدیم که امام زمان علیه السلام هست، در کاری که هست و حضرت اراده بفرماید و خداوندم اراده بفرماید که همه اعمال ما رو یهو حضرت ببینه، که انشالله همچین چیزی نشه، که خدا همچین اراده ای نکنه، ها تکلیف چی میشه اون وقت؟ تموش.
قال النبی صلی الله علیه و آله سلم پیغمبر فرمود هر زمان بر شیطان امری مشکل و دشوار شد، یعنی مون توش که هر راهی میره نمیتونه این رو به زانو در بیاره، جره خورده تو کارش، جامعه جامعه سالمی شده، محله سالمه، بنبست سالمه، این بنبستی که هست، این خانواده‌ای که هستن، این مجتمع آپارتمانی، آدمای سالم، همه دارن سالم زندگی. خدایا چیکار بکنیم؟ حالا اون نمیگه خدایا چیکار بکنیم، شیطانه. پیغمبر فهمون وقتی امر بهش مشکل دشوار شد، تنها چیزی که در ذهن شیطان به ذهنش میرسه این راه هست، از ناحیه زنها وارد شده و کارش آسان میگردد. یعنی چی ناحیه زنها؟ میره کوک زنها، زنها رو شروع میکنن رو مغزشون کار کردن، میارتشون تو جامعه. یک دونه دعا دیگه با این بدحجابا مستجاب نمیشه، یک قطره دیگه برف بگی بیاد از آسمون دیگه با این بعد حجابا نه، تو کشور کفار و خداوند کفار رو گذاشته که این دنیا رو فقط بهشون بده تموم بشه. مسلمان ها رو داریم میگیم، مسلمان ها این دنیا که این آخرت هم دارن دیگه، بالاخره میخوان اونجا به فیوزاتی برسن دیگه. خب بعد اینجا امتحانشون درست باشه. کفار آخرتی بیچاره ندارن، میرن جهنم مستقیم، زمانی که میمیرن میرن جهنم. اینجا باید خدا سنگ تموم براشون بذاره، مسلمان ها حساب کتاب داره کارشون. از ناحیه زنا وارد شده و کارش آسان میگردد. اون وقت شما نگاه کن، آقا با زنش توی مترو، آقا با زنش توی اتوبوس، یه میله کشیدن اینجا، این از این ور اتوبوس، از تای اتوبوس اینجوری اینجوری میکنه میاد اون ور میله، دست زنش رو میگیره اینجوری، کلاشو میذاره اینجوری رو کله زنه مثلا. مگه اینو ندیدی تا حالا؟ تازه دیدیش؟ آخه ندید بدی؟ از کجا اومدی تو؟ از شنگول آباد آمدی؟ از منگول آباد آمدی؟ آه از کجا اومدی تو؟ آه چه وضعی؟ کی داره میبینه جوانی که اینجا هست؟ دست انداخته گردن خانومش مثلا توی پیاده دور مثلا داره راه میره مثلا جو. از طریق زنها وارد میشه. چی کار؟ شما میدونی دیگه چه کار میکنی؟ این بعد حجابی به این صورتی که هست، چند نفر جون سالم به در میبرن از صبح تا شب که از خونه بیان بیرون تا زمانی که برمیگردن به خونه؟ چند نفر جون سالم به در میبرن؟ یکی از علما بود، بنده خدا داشت صحبت میکرد، یه آدم واردی هم بود، یه حرفی زد خندیدن همه، ولی بعدن که روش فکر کردن دیدن حرف درست میزنه. گاغا اینا با این وضعی که دارن میان مرده ها رو هم تکون میدن، و زنده ها که جای خودش داره که. مرده هم تو بهشترها با نمیشه میکنن یه نگاهی بکنیم بیریم که جلال خالق و المخلوق، دوباره خدای ما رو برگردون به این دنیا بینیم چه خبره، چی شده، عجب مخلوقاتی داری تو. اون کلا رو باید ورداریم، انها کلمتان و قاله بگیم که یه بار دیگه به اینا مهلت میدهیم، انبات برگردن بگیم عجب لا اله الا الله سبحان الله. پیغمبر فهمود از ناحیه زنها وارد شد و کارش آسان میگرد، یعنی به آسانی در این مورد به هدف میرسه. از مرآت و نسا صفحه 40 نقل کردیم. حدیث بعدی ببینید چقدر زیباست. یه بحثی داریم پیرامون معراج که بعداً انشاءالله یه بحث مفصلی پیرامونش به طور خاص اگر خداوند حیاتی بده به ما و توفیقی بده خواهیم داشت، که بحث بسیار عالی است، بسیار مهم، خیلی جالب، خیلی جالبه واقعا، هم از نظر علمی جالبه برای هممون، هم از نظر اعتقادی. پیغمبر در معراج یه سری چیزهایی رو دیدن، آمدن تعریف کردن، یه سری چیزهایی رو هم ندیدن. مثلا این حدیث رو ببینید، حضرت می‌فرمایند که حدیث نبوی است، پیغمبر می‌فهمند که دو گروه از دوزخیان را هنوز من ندیدم. دو گروهش هنوز من ندیدم. حالا خود حضرت نخواسته ببینه، گفت آقا من نمی‌خوام اینا رو ببینم، مثلا خوشش نمیاد، به دلیل یا دلیل شما نمی‌دونیم. حضرت می‌فهمند ندیدم اینا رو، ولی به من خبر دادن که این دو گروه هستن. یک
گروهی که تازیانه هایی مانند دم گاو در دست دارن و مردم را با آن میزنن، مثل این بردهدارا و کسانی که تو این زمینه ها فعالیت میکردن، یا تازیانه هایی دارن مثل این مثلا زمان طاغوت بعضی مامورا بودن اینا میزدن مردم باهاش فلان اینا، دائما نه اینکه توی یک جریانی بقرار میشه، دائما تازیانه دارن زجر میدن افراد، برده زیر دستشون و نوکر زیر دستشون و کارگر زیر دستشو میزن. حضرت فرمود اینا اهل دوزخن 100%، منم هنوز این گروه تو دوزخ ندیدم، اینا این دوزخیا نه. گروه دوم به من خبر دادن که اینا اهل دوزخن، زنانی که پوشش دارند اما برهنه اند. الله اکبر، ببینید چقدر فرمایش جالب. پوشش دارن؟ بله، شلوار پاش کرده، پیراهن تنش کرده، روسری هم خیر سرش به سرش کرده، دو هواخوری برای خودش گذاشته از جلو و از عقب، اینجوری که میکنه جای پس کردنیش پیدا هست، کلش رو همچی میکنه از جلو موهاشه، خدا کنه اینا همه همین کلاگیس هایی باشه که از چین میاد سرشون میکنن. حالا راجبه اونم حدیث داریم. فرمود که گروه دوم زنانی که پوشش دارند اما برهنه اند. کاش این شلواره رو اینجور پا نمی کردن، کاش این مانتوه رو اینطور تن نمی کردن، کجراهه می روند. خب راه صحیح نیست این که دارن میرند. الله اکبر. و دیگران را نیز به کجروی تشویق می کنند. لا اله الا الله. یعنی به دیگران هم چی می کنند؟ چیه چادر سرت می کنی؟ کلاغ سیاه شدی؟ وردار. این حرف مال زمان 1400 سال پیش بود. الان کسی حرفا رو بد نمی داره. الان مد بد ببینی چیه؟ رو مد عمل کنی. مردم می بینند کسی خواستگاریت نمیاد، خواستگاری دخترت نمیاد، با خونتون رفت آمد نمی کنه. بیا قاطی زندگیش. اینا چیه تو داری این حرف؟ پیغمبر فرمود دیگران هم تشویق به همین کجروی میکنن. سرهایشان همچون کوهان شتر خراسانی فروهشته است. یعنی سرهاشون اومده بالا، موهاشون رو میارن بالا، میبندن ولش میکنن پایین، رو سریا رو میارن رو این موها چی میکنن؟ تو مترو میگفت چند روز پیش یک بنده خدایی میگفت تو قسمت خانوما یه خانومی روسریشو برداشت، شروع کرد سرشو آورد موهاشو بالا، اینجا بس موهاشو روسریشو سر کرد، توی آینه مترو نگاه کرد دید نه نه جلب توجه نمی کنه، دوره روسریه رو برداشت، موها رو دوره پریشون کرد، دوره از سر دوره شروع کرد بستن. اینا یا شنگول آبادی هن خدا وکیلی، یا منگول آبادی هن. آخه آدم سالم این کار انجام میده؟ آدم با شخصیت این کار انجام میده؟ تو مترو قسمت خانوما جای تنظیم کردن موه؟ خب اینو هر کسی میفهمه، هر کسی که اینو این کار انجام میده یعنی نمیفهمه. آقا حالا ما به زور که نمیخوام بگیم فرد نفهمه، خودش داره میگه من نمیفهمم و نفهمم. این که میگیم شنگول آبادی شوخی نمیکنیم، واقعا انسان متشخص این کار انجام نمیده. ادامه حدیث رو ببینید. پیغمبر فرمود اینان، من پیغمبر دارم میگم، اینان به بهشت نمیروند. خب یا ما معتقدیم یا نیستیم دیگه. ادامه شو ببینید. و بوی بهشت را که از فاصله چندان و چندان کذا و کذا، چندان و چندانش من برای شما میگم، فرمودن انقدر این بوی بهش معطره و بوی عجیبی الهی داره، از 500 سال راه، یعنی کسی که بخواد راه بره 500 سال از نظر راهپیمایی مونده تا بهش برسه، بوی بهش رو استشمام میکنه. پیغمبر فرمود بوی بهش رو از که از فاصله چندان و چندان که تو روایت دیگه فهمید از 500 سال راه استشمام میشه کرد، به مشام میرسد استشمام نمی کنن، بوی بهش رو هم استشمام نمی کنن. حالا 70 سال تو مترو اینجوری راه بود، تو پیاده رو اونجوری راه بود، تو بازار مسلمین اونجوری راه بود، آخرش که پیر میشی دندونات آریه میکنن، موهای سرت سفید، خب چه خاکی میخوای به سرت بکنی آخ؟ خب آخرش که چی؟ سنفان من اهل النار لم ارهما قوم معهم سیاتون که اذناب البقر یزربون به الناس
و نساء کاسیات آریات ممیلات مائلات رؤوسهن که از نمت البخت المائله لا یدخلن الجنه ولا یجدن ریحها و ان ریحها لیوجد من میسرت کذا و کذا. اتفاقا این حدیث صحیح مسلم نقل کرده، حدیث 21-28 هست و میزان الحکمه ذیل کلمه حجاب اینو نقل کرده. لسان العربی کتاب لغت هست، نوشته آقا شما اینو خوب ترجمه نکردید. از نظر من که لغت شناس هستم، مائلات در حدیث پیغمبر آورده این نیست. من لغت شناس به شما میگم مائلات از نظر لغوی زنانی را گویند که با کرشمه راه میروند. این از بس این روسری ها رو اینجوری بستن ها، ببین شال هست این هم اینا رو اگه دقت بکنید همینجوری هستن. ببین گردن من شما نگاه کنید همش همینجوری، دقت بکنید همه همینجوری هست. خب بابا گردن درد میگیری آخه، دست از دیوانه بازی ها بردار، یه چیزی سرت کن راه برو قشنگ مثل همه آدم ها راه برو تو. آخه یعنی چی این بساطی که درست کردی برای خود؟ آخه یعنی چی اینجوری میخواد برگرده کلش اینجوری کنه رو سری افتاده، شاله افتاده، این بعد با تمام قبل اینجوری برمیگرده، اینجوری برمیگرده. یه دونه از اینا که به گردن ببندیم، یه دونه اینا به کلش ببندیم، خرطومی میشه خوشگل. فرمود مائلات زنانی که با کرشمه راه میروند و دل مردان را میربایند، یا به زنانی گویند که روسری و مقنعه خود را کج و تا نیمه بر سر مینهند. یک لغت شناس داره این حرفو میزنه، میگه پیغمبر منظورش این بوده، یا با آرایش و زیور بیرون میآیند و خود را به نمایش میگذارند، که پیغمبر فرمود در حدیثشون چی؟ کاسیاتون آریاتون ممیلاتون مائلات. مائلات یعنی این زنها، اینا بوی بهشت رو استشمام نمیکنن. ببینید چقدر قشنگ پیغمبر فرمود. بعد ایشون صاحب لسان العرب میگه ممیلات کیان؟ میگوید زنانی که به دیگر زنان یاد میدهند مانند آنها رفتار کنند. میگه من رفتم اینجامو تراشیدم، تو هم برو بتراش. اونم میره میتراشه، شوهرش هم یه مدت دیگه طلاقش میده، تموم شد. من که میاد تو خونه چراغ نمیدارم، مثلا شب خواب رو جورا میکنن، یه وقت میبینه که یکی از ارواح جهنمی اومده اینجا. آقا تو کی هستی؟ من اینجا. من میگه نه هستم، من خانم شما هستم. میگه من تو رو نمیشناسم به جان شما. آخه چه قیافه‌ای تو داره؟ این ابرویی که خداوند به انسان داده، آخه ما برای چی بریم به جاش خال بکوبیم؟ آخه این قیافه‌ای که ما میگیریم یعنی چی؟ زنانی که به دیگر زنان یاد میدن مانند آنها رفتار کنند، در بی حجابی یا با تبختر و کرشمه راه میروند. به قولی مائلات یعنی زنانی که مانند افراد بدکار موی خود را شانه و آرایش میکنند، و ممیلات زنانی هستند که دیگران را به این گونه آرایش میکنند. یعنی میان زنان آرایشگری که تشویق میکنن که بیا ما اینجوری کنیم برات، این کارو کنیم، کار کنیم. البته میدونید همه اینا برای زمانی که برای نامحرم به کار بره، نه برای محرم. اینا رو قبلا ما توضیح دادیم. اینجوری آرایش کنن که بیان تو خیابون و بازار جلو نامحرما خودشونو نشون بدن. ببینید پیغمبر چقدر دقیق فرموده. این تا اینجا رو داشته باشید. به نظرم رسید که میطلبد، حالا روش فکر میکنیم ان شاء الله، که یک جلسه دیگه وارد روایات بشیم و احادیث زیبایی دیگه‌ای که در این زمینه هست رو مورد بررسی قرار بدهیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.